سلام، من نازنین معتمدی هستم. در این برنامه 37 درجه طب سنتی رو با طب مدرن مقایسه می‌کنیم و بهتون میگیم آیا داروهای گیاهی و دمنوش‌های طبیعی به اندازه داروهای مدرن در درمان کرونا مؤثرند؟ با یک آزمایش علمی بهتون نشون میدیم که چند فنجون قهوه در روز عملکرد مغز رو بهتر می‌کنه. و هدفی که تعیین می‌کنیم باید چه مشخصاتی داشته باشه که احتمال تحققش بیشتر بشه. بیماری کرونا اولین همه‌گیری تاریخه که شبکه‌های اجتماعی در اطلاع رسانی بهش انقدر فعالند. منتها شبکه‌های اجتماعی مثل شمشیر دولبه می‌مونند. همونقدر که اطلاعات صحیح رو میتونن منتقل کنن در مورد پیشگیری از بیماری یا درمانش، همونقدر هم میتونن اطلاعات نادرست، شایعه یا تئوری‌های توطئه رو پخش کنن. حتما شما هم مثل من روزی چند تا پیام دریافت میکنید که چون کرونا تبعش سرده، حتما درمانش خوردن زنجبیله یا فلان دمنوش طبیعی اومده و درمان قطعی کروناست. شاید اغراق نباشه اگر بگم هزاران نفر از شما برای ما ایمیل زدید و پیام فرستادید که در مورد طب سنتی باهاتون صحبت کنیم و بگیم آیا طب سنتی و داروهای گیاهی به اندازه داروهای مدرن در درمان کرونا مؤثرند. دکتر فرین کمانگر رو دعوت کردیم که به این سوال جواب بدن. رتبه اول کنکور سراسری که مدرک پزشکیشون رو از دانشگاه تهران گرفتن و دکترای همگیر شناسیشون رو از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا. آقای دکتر کمانگر، برای اینکه یک دارو بخواد تایید و ثبت بشه چه پروسه‌ای رو باید طی کنه؟ خب این یک پروسه خیلی طولانی است. در آمریکا معمولاً میان مولکول‌ها را اول با کامپیوتر بررسی می‌کنند، ببینن که بر همکنش اینها با اون رسپتورها یا گیرنده‌ها چطوره، بعدش اینو می‌برن تو کشت‌های سلولی، بعدش اینو می‌برن در حیوانات کوچیک مثل موش آزمایش می‌کنن، بعد در حیوانات بزرگتر مثل میمون. اگر همه اینها خوب پیشرفت دونه بدونه، اون فهم می‌برنش در مطالعات انسانی. در مطالعات انسانی هم اینطور نیست که همه رو یک جا وارد این دارو رو بهشون بدن. اول میان روی 20 نفر دارو رو آزمایش میکنن، ببینن اثرات این دارو روی کبد چطوره، روی کلیه چطوره، دفعش چطوره، آیا سمیت ایجاد میکنه یا نه. اگر خوب بود میبرنش مرحله دو یا فاز دو. فاز دو میان رو حدود 100 نفر 200 نفر آزمایش میکنن، ببینن آیا اثر بخشی داره یا نه. اگر اونجا خوب بود میبرنش روی فاز سه انسانی که معمولاً چندین هزار انسان رو اون دارو رو بهشون میدن و ببینن که آیا این دارو واقعاً کار میکنه، آیا اثر بخشی این دارو بر عوارضش میچربه. اگر همه اینها خوب بود تمام اطلاعات رو جمع میکنن، در آمریکا میبرن به سازمان غذا و داروی آمریکا یا همون FDA و اجازه میگیرن که این دارو رو به بازار ببرن. حتی بعد از اینکه به بازار میاد و روی هزارها یا میلیونها آدم آزمایش میشه، بازم اطلاعاتش جمع میشه. و من این رو خدمتتون عرض بکنم، از هر 10,000 مولکولی که اول کار برای یک دارو در نظر گرفته میشه، فقط یکیش به بازار میرسه. یعنی در این پروسه طولانی 9,999 تاش از پروسه حذف میشه و فقط یکیش یک دارو میشه که میاد به بازار. آیا در ایران هم همینطور هست؟ یعنی اگر ادعا میشه که فلان داروی گیاهی مؤثره، در همین پروسه باید مجوز بگیره؟ والا بهتر این استش که همین پروسه رو طی کنه. منتها این پروسه‌ای که اینقدر طولانی هست و بررسیش مشکل هستش، یک تشکیلات بسیار بزرگ و معظمی میخواد که این رو بررسی بکنه. چند تا جا بیشتر در دنیا نیستن که بتونن این کار رو بکنن. از همه بزرگتر و مهمتر سازمان غذا و داروی آمریکا یا همون FDA هستش. بعد از اون سازمان داروهای اروپا هستش یا همون EMA و بعد از اونم سازمان غذا و داروی ژاپن هستش. البته این دوتای اخیر، یعنی مال ژاپن و مال اروپا، هم از اون تشکیلاتی در آمریکا هستش خیلی کوچیکترن و کارهایی اونا میتونن بکنن نمیتونن بکنن. معمولا بقیه دنیا به اینها اقتدا میکنن و برای کشورهای کوچیکتر خیلی مشکله که این بررسی دقیق رو انجام بدن. دکتر کمانگر، میدونم از شما خیلی میپرسن طب سنتی یا طب مدرن، پاسخ شما چیه؟ قطعا طب مدرن، چون که طب مدرن یک قسمتی از علم مدرنه. ما هممون امروز از علم و تکنولوژی مدرن استفاده میکنیم. مثلا وقتی ما میایم محاسبه کنیم، هیچ وقت نمیایم بگیم از روشهای محاسبه سنتی مثلا چرتکه میخوایم استفاده کنیم. هممون از کامپیوتر استفاده میکنیم. وقتی میخوایم بریم مسافرت، ما نمیایم از روشهای مسافرت سنتی مثل اسب و استر استفاده کنیم، از هواپیما استفاده میکنیم.
وقتی کسی بخواد بره به جنگ نمیاد از روش‌های سنتی جنگ مثل نیزه و شمشیر استفاده کنه، میرن در واقع از وسایل جدید مثل موشک استفاده میکنن. خب چرا این وسط وقتی به پزشکی میرسه ما بگیم سنتی؟ یک تفاوتی هستش، بعضیا علم رو با هنر اشتباه میکنن. میشه یه کسی از هنر مدرن خوشش بیاد یا مثلا از موسیقی کلاسیک خوشش بیاد، ولی در مورد علم همیشه مدرن اونیست که بهتر استش. میشه یه مثالم تو حوزه پزشکی بزنین؟ قطعاً 100 سال پیش یا 90 سال پیش 300 از 1000 تا بچه که به دنیا میومدن میمردن، 300 تا از 1000 تا. الان با علم جدید، با آنتیبیوتیک، با واکسن، با بقیه چیزا، این شده 5 در 1000. یعنی ما از 300 در 1000 مرگ اومدیم به 5 در 1000. در بسیاری زمینه های دیگه هم پیشرفت شده. مثلا ما 70 سال پیش داروی فشار خون خیلی خوبی نداشتیم، داروی چربی خون خوبی نداشتیم، الان به وفور از اونا داریم. دکتر کمانگر، خیلی از مخاطبا میپرسن 1000 سال پیش بوعلی سینا بر اساس طبع سرد و گرم بیماری ها درمان میکرد، آیا اشتباه بوده کار بوعلی سینا؟ من این رو خدمتتون عرض بکنم، به عنوان یک ایرانی من بسیار به وجود کسهایی مثل بوعلی سینا، ابوریحان، رازی و امثالهم افتخار میکنم. اینا دانشمندان بسیار بزرگی بودند در زمان خودشون و واقعا نابغه بودند. ولی این رو باید در نظر بگیریم که 1000 سال پیش خیلی از امکانات امروز نبود. میکروسکوپ معمولی نبود، میکروسکوپ الکترونی نبود، اصلا DNA کسی نمیدونست چیه، ویروس کسی نمیدونست چیه. بنابراین اونها نمیتونستن با وجود نبوغشون علمی رو تجویز بکنن به اون خوبی که امروز هستش. اگر خود اونها امروز زنده بودن، همین علم نوین رو ترجیح میدادن، پزشکی نوین رو ترجیح میدن، نه اون چیزی که 1000 سال پیش هستش. ببینید، اگر یک کسی بخواد بیاد با یک ژیان خیلی کهنه بیاد به یک ماشین مسابقه امروز مسابقه بده، هر چقدر هم راننده خوبی باشه نمیتونه مسابقه بده. و این مقایسه مثل اینه، اون زمان اونها نابغه بودن ولی امکاناتش رو نداشتن. بعضی از مخاطبان در جواب میگن خب علم هم بی‌نقص نیست، چند وقت پیش میگفتن ماسک اصلا اثر نداره و حالا میگن از راه‌های مؤثره، یعنی اعتماد 100 درصدی به علم هم نمیشه داشت؟ این کاملا درسته و سوال بسیار خوبی است، ولی این که علم میاد خودش رو نقد میکنه و اون جاهایی رو که خوبه و درست نگه میداره، اون چیزهایی که قبلا نمیدونستیم میگیم نه اون اشتباه بود الان بهتر میدونیم، این خوبی علمه. این فکر نقادانه بسیار بسیار علمی به ارجلو و این زیبایی علم هستش. دکتر کمانگر، در عطاری ها ملغمه ای از گیاهان رو تجویز میکنن برای درمان کرونا. با فردی هم که میخره صحبت میکنیم میگن اینا طبیعیه و حداقل میدونیم ضرر نداره. نظر شما چیه؟ اولا که اینطور نیست که هر چیزی که گیاهی باشه ضرر نداره یا هر چیزی که طبیعی باشه ضرر نداره. در طبیعت ما خیلی چیزا داریم که در ظرف چند ساعت یا حتی چند دقیقه میتونه یه آدم رو بکشه. مثلا سم مار یه چیز طبیعیه، بعضی از این قارچ‌های سمی کاملا طبیعی هستن. همین ویروس‌ها و باکتری‌هایی که در دنیا هستن و دارن مثلا بیماری ایجاد میکنن، اینا همشون از طبیعت اومدن. داروهای گیاهی هم توی اون پروسه‌ای که من اول کار خدمتتون عرض کردم که اون مولکول‌ها رو دونه دونه بررسی می‌کنن نرفتن. بنابراین اگه اینها رو هم خیلی دقیق بررسی کنن که بعضی وقت‌ها کردن، اونها هم ضررهای خودشونو دارن. دوم این که علم مدرن هیچ مشکلی با داروهای گیاهی نداره. الان بسیاری از داروهایی که ما استفاده می‌کنیم، مثلا دیگوکسین که یک داروی قلبی است، بیس گیاهی داره. یا پکلیتاکسل که یک شیمی درمانی است، از گیاه گرفته میشه. یا خیلی داروهای دیگه، من داروهای نقرس رو میتونم بهتون بگم، داروهای دیگه که اینها همشون بیس گیاهی دارن، ولی اینها اومدن در حیوان آزمایش شدن، در انسان در مراحل مختلف آزمایش شدن. اگر از بوته آزمایش سر بلند در بیان، ما اونها رو هم جزو طب مدرن میزنیم. خیلی ها برامون نوشتن مثلا پدرشون کرونا گرفته و در خونه بهش فلان دمنوشو دادن و حالش خوب شده، دختر خالشون هم همینطور، و نتیجه میگیرن که اون دمنوش مؤثر هست در درمان کرونا. چه توضیح علمی باید به این افراد داد؟ خب اگر این دمنوش رو به 2 نفر دادن و خوب شدن، جواب علمیش اینه که هنوز معلوم نیست این دمنوش خوبه یا نه. شما میدونید که از هر 100 نفری که کرونا میگیرن، 99 نفرشون خودشون خوب میشن و زنده میمونن و خب 1 نفرشون متاسفانه فوت میکنه. حالا
اگر شما اینو به دو نفر بدید، از کجا معلوم و اینو خوب بشن، از کجا معلوم این دو نفر جزو همون 99 نفری نبودن که خودشون قرار خوب بشن؟ بنابراین اون دلیل علمی نیست، علم روشمنده. میان مثلا میگن ما این دارو رو به 5000 نفر میدیم، این دمنوش رو که کرونا گرفتن، و به 5000 نفر دیگه که کرونا گرفتن این دمنوش رو نمیدیم. اگر ببینیم به فرض در اونهایی که دمنوش نگرفتن 50 نفر میمیرن، ولی در کسایی که دمنوش رو گرفتن فقط 10 نفر میمیرن، خب 10 نفر نسبت به 50 نفر خیلی بهتره، اون وقت میگیم که این دمنوش خوبه. بنابراین ما هیچ تعارض و هیچ مشکلی با دمنوش نداریم، ولی این باید به صورت علمی ثابت بشه. دکتر کمانگر، دیروز روغن بنفشه مطرح بود، امروز ادرار شطور، فردا هم یه چیز دیگه. فرد خودش چطور باید تشخیص بده که یک ادعا گزافه یا ممکنه اساس علمی داشته باشه؟ اینها رو نمیشه دقیق گفت برای یک کسی که در این کار نیستش، دقیقا نمیشه سر را از ناسر تشخیص داد، ولی خیلی اومدن یک معیارهایی رو گفتن به اینها نگاه کنید، که دوست عزیز من استاد بزرگوار دکتر کیارش آرامش اینها رو خیلی فصیح‌تر و بلیغ‌تر از من توضیح دادن. چند تا چیز که ایشون بهش اشاره میکنن، یکیش اینه، بعضی از این داروهایی که میگن خیلی عالی است، اینا ببینید که گزافه گویی میکنن یا نه. مثلا اینا میگن که این دارویی دارم که برای ریزش مو خوبه، برای قلب خوبه، برای روده خوبه، برای کرونا خوبه، برای سرطان خوبه، برای همه چی خوبه. خب اینها یک مقداری داستان سرایی است، پهلوان درست کردن از داروی خودشونه. اینها رو یه ذره به شک کنید. بعد یه مقداری ما باید به دانش پایه زیست شناسی بیولوژی خودمون رجوع کنیم. آخه مکانیسم کرونا با مکانیسم تاسی با مکانیسم سرطان اینا خیلی فرق میکنه. این چه جور دارویی است که اومده رو همه اینها اثر میذاره؟ این یه مقداری غیر قابل باوره. یک وقتایی شما نگاه میکنید یک چیزی از یک منبع معتبری میاد، مثل سازمان غذا و داروی آمریکا یا NIH آمریکا یا همچین جاهایی، اینها به احتمال زیاد معتبره. ولی اگر یک کسی رفت توی وبسایت خودش گفتش که آقا تو وبسایت بروبکس مثلا ما اینو گذاشتن، اینها واقعا خیلیاش واقعیت این هستش درست نیست. یه چیز دیگه که باعث میشه شما بهش شک بکنید این هستش که میگن همین امروز بخرید تموم میشه، اصلا همچی چیزی اگه اینا نیست، اینا رو واقعا بهش شک بکنید. و این کسایی که اینها رو میفرستن حقیقتا مسئله رو بزرگ میکنن که یا یک سودی ازش ببرن یا اینکه نشستن به ما بخندن. و ما باید خودمون حواسمون جمع باشه، این چیزایی که اینجوری گزافه‌گویی و دروغ‌گویی است الکی انتشار ندیم و سعی بکنیم که در واقع یک تفکر نقادانه‌ای داشته باشیم قبل از اینکه این مطالبی که درست نیستش به بقیه منتشر کنیم. خیلی ممنون دکتر کمانگر. زندگی من هر روز با نوشیدن یک فنجون قهوه شروع میشه و با نوشیدن چندین فنجون دیگه تا شب ادامه پیدا میکنه. منتها انقدر حجم اخبار زد و نقیض در مورد فواید و ضررهای قهوه زیاده که تصمیم گرفتم خودم یه تحقیق مفصلی بکنم، ببینم چند فنجون از این قهوه رو بدون عذاب وجدان در روز میشه نوشید. مجونی از مواد شیمیایی مختلفه که معروف ترینش کافئینه. کافئین یه ماده‌ای که گیاهان بعضیاشون تولید میکنن که حشرات رو از خودشون دور نگه دارن. علاوه بر قهوه و چای، کافئین رو به صورت مصنوعی به نوشیدنی‌های انرژیزا هم اضافه میکنن. همینطور به بعضی از مسکن‌ها مثل پاراسیتامول، استامینوفن یا ایبوپروفن، به خاطر اینکه تأثیر مسکن رو خیلی بیشتر میکنه. مشخص ترین تأثیر کافئین اینه که ما رو از حالت خواب‌آلودگی در میاره. اما چطور؟ وقتی ماده شیمیایی به نام ادنوسین به گیرنده های مغز متصل میشه، واکنشی ایجاد میشه که در نتیجهش ما حس خواب‌آلودگی میکنیم. وقتی قهوه میخوریم، کافئین جلوی این گیرنده های مغز رو میگیره و نمیذاره ادنوسین روشون بشینه.
برای همین احساس خواب‌آلودگی ایجاد نمیشه. اما تاثیر قهوه فقط در این خلاصه نمیشه. سری زدم به دانشگاه نورثامبریا در نیوکاسل انگلیس، جایی که پژوهشگران سالهاست دارن روی تاثیرات قهوه روی مغز تحقیق میکنند. خب امروز با این سربند ما از مغز تصویر برداری میکنیم. اول از دو تا تست رفتاری بگیریم. بعد یه لیوان قهوه مینوشی و بعدش همون آزمونا رو یه بار دیگه تکرار میکنی. این سربند جریان خونی مغز منو اندازه میگیره. اسمش پیچیده تر از ظاهرشه. اسپکترومتری نزدیک مادون قرمز. قبل از اینکه بهم قهوه بدن دوتا امتحان ازم میگیرن، یکی برای اندازه‌گیری سرعت پردازش اطلاعات مغزم و اون یکی برای اندازه‌گیری میزان توجه و تمرکزم. بالاخره قهوه رسید. بعد از حدود 4 ساعت و نیم برای من معتاد خیلی زیاده. امیدوارم واقعا بعد از خوردن قهوه یه ذره بتونم تستار بهتر انجام بدم، جلو دوربین آبروریزی نشه. علاوه بر تکرار دو آزمون اول، یک ویدیوی 20 دقیقه ای هم نشونم دادن تا ببینن بعد از خوردن قهوه میزان توجه هم چه فرقی کرده. نتیجه رو میبرم پیش پروفسور کندی که سالهاست داره روی تاثیر قهوه روی اندامهای بدن تحقیق میکنه. هم سرعت واکنشت بعد از نوشیدن قهوه بالاتر رفت و هم دقتت. همینطور به خاطر اتصال کافئین به گیرنده های مغز کمی هوشیارتر هم شدی. حد تعادل نوشیدن قهوه کجاست؟ چند فنجون قهوه زیاده؟ ببینین، نوشیدن 200 میلی گرم یا یک لیوان بزرگ قهوه سرعت واکنش و ارزیابی اطلاعات رو بالا میبره. نوشیدن 2 تا 3 لیوان قهوه این تأثیرات مثبت رو بیشتر نمیکنه و ثابت نگه میداره. اما بیشتر از 3 لیوان عملکرد مغز رو دچار افول میکنه. چرا بعضیا بعد از نوشیدن قهوه ضربان قلبشون شدیدتر میشه یا مضطرب میشن؟ 2 دلیل داره. یا زیاد قهوه نوشیدن، بیشتر از اون 3 لیوانی که گفتم، یا اینکه جزو معدود افرادی هستن که پلیمورفیسم ژنتیکی دارن، یعنی اثرات منفی کافئین بیشتر در اونها ظاهر میشه. این افراد بدون اینکه بدونن مشکل از کجاست، با نوشیدن چای یا قهوه تپش قلب میگیرن یا احساس دلهوره میکنن. نتیجه تصویربرداری از مغزم با اسپکترومتری نزدیک مادون قرمز چی بود؟ این دستگاه جریان خون قشر پیش پیشانی مغز رو اندازه گرفت. قهوه خون رسانی به قسمت جلوی مغزت رو کمتر کرد، مخصوصا وقتی که مشغول حل آزمون ها بودی، و داده ها نشون داد که واکنش تو موقع انجام آزمون ها که مغزت نیاز بیشتری به خون داشت کنتر شد. اما اگه یادت باشه گفتم در مجموع سرعت تو بیشتر و عملکرد مغزت بهتر شد. چرا؟ چون قهوه همزمان فعالیت نورون‌های مغز رو بالا برد. وقتی این دو تأثیر رو در کفه ترازو میذاری، تأثیر مثبت قهوه روی مغز بیشتره. در ضمن باید بگم بسته به اینکه چه ماده کافئین داری میخوری، تأثیر کافئین در بدن فرق میکنه. مثلا کافئین قهوه و کافئین چای هر کدوم تأثیر متفاوتی در مغز میذارن. یه ذره پیچیده شد. در قهوه علاوه بر کافئین کلی مواد شیمیایی دیگه هم هست، از جمله پلیفنول. پلیفنول ها خیلی برای بدن مفیدن. هر چقدر پلیفنول بیشتری بخوری، چه از قهوه چه از چای یا شکلات سیاه، سیستم قلبی و عروقیت سالم تر میمونه. بنابراین وقتی قهوه مینوشی، هم اثر مستقیم کافئین رو میگیری، هم اثر مستقیم پلیفنول ها رو. برای اینکه بیشترین پلیفنول رو از قهوه‌تون بگیرین، موقع خرید حواستون باشه که درجه تفت دادگی یا برشتگی قهوه پایین باشه، یعنی 1 یا 2. در ضمن نوشیدن 1 فنجون قهوه قبل از انجام ورزش‌های مقاومتی توصیه میشه. قهوه باعث میشه این ورزش‌ها سبک‌تر به نظر بیان و علائم خستگی بعد از ورزش رو کمتر می‌کنه. از اثرات بلند مدت قهوه چی میدونیم؟ اخیراً نتیجه بیشتر از 200 تحقیق که در کشورهای مختلف روی قهوه انجام شده در مجله معتبر پزشکی بریتانیا BMJ منتشر شد. نتیجه به طرز باور نکردنی مثبت بود.
نوشیدن قهوه باعث کاهش شدید احتمال ابتلا به امراض قلبی و بعضی از سرطان ها میشه. احتمالاً به علت آنتی اکسیدان ها و مواد ضد التهابی هست که در قهوه وجود داره. محققا میگن نوشیدن قهوه با کاهش ابتلا به آلزایمر و پارکینسون هم مرتبطه. بر اساس این مطالعات بهترین دوز قهوه بین 2 تا 5 فنجون در روزه. مثل خیلی چیزهای دیگه هرچی که خوبه بیشتر خوردنش بهتر نیست و مضره. اینجا در بریتانیا به خانم‌های باردار توصیه میشه فقط 1 فنجون قهوه در روز بنوشند. چون قهوه زیاد احتمال افتادن بچه یا تولد زودرس رو بالا میبره. فعلا تا تحقیقی در مضرات قهوه منتشر نشده، با این نوشیدنی تلخ تیز خوشخوار سبک کیف کنید. بخش نفس عمیق این برنامه اختصاص داره به مسئله تحمل و تاب‌آوری. لیگی وب نویسنده کتاب تاب‌آوری در این قسمت بهمون میگه هدف‌هامون رو چطور انتخاب کنیم که شانس تحققشون بیشتر بشه. تا به حال رویا، آرزو یا هدفی داشتین که محقق نشده باشه؟ شده باعث شکست و ناامیدی خودتون باشین؟ در این قسمت توضیح میدم که چطور میتونین دست به کار بشین و برای خودتون هدف تعیین کنید. وقتی ذهنمون هدفی رو باور داره، میتونیم اونو به دست بیاریم. اما باور تنها کافی نیست. مهمتر از باور داشتن، قدم مثبت برداشتن در مسیر هدفه. وقتی برای خودتون هدف تعیین میکنید، خیلی مهمه که چند نکته رو در نظر داشته باشید. من 5 نکته بهتون میگم. هدف باید مشخص و دقیق باشه. هدفتون قابل اندازه‌گیری باشه، یعنی بتونین مشخص کنین که چقدر زمان و انرژی باید براش صرف کنین. حواستون باشه که هدفتون دستیافتنی باشه، وگرنه واضحه که شکست می‌خورین. اهدافتون رو ثبت کنین، بنویسین که می‌خواین چیکار کنین و نکته آخر، زمان بندی کنین و دقیقاً مشخص کنین که تا کی می‌خواید به این هدف برسین. حالا یه مثال میزنم که چطور این نکات رو به کار ببرین. مثلا ممکنه تصمیم بگیرین که وزنتون رو کم کنین. معلومه که فقط گفتن این که میخوام وزن کم کنم کافی نیست. قبل از هر چیز باید تعیین کنید که به طور مشخص چقدر از وزنتون رو میخواین کم کنین. مطمئن بشین که اون مقدار کاهش وزن عملی و دستیافتنیه، چون قرار نیست سنگ بزرگی بردارین که علامت نزدن باشه. بعد به طور دقیق یادداشت کنین که تا کی میخواین وزنتون کم شده باشه. مثلا ممکنه بخواین تا 1 ماه آینده 2 کیلو وزن کم کنین. یه تکنیک خیلی مؤثر دیگه هم برای رسیدن به هدف تجسم کردنه. شواهد زیادی هست که نشون میده که خیلی مهمه خواستمون رو در ذهن تجسم کنیم. اما منظور فقط داشتن یه تصویر ساده در ذهن نیست. منظور اینه که با همه حواسمون هدفمون رو تجسم کنیم. اینکه رسیدن بهش چه حسی داره، چه شکلی، چه صدایی، چه بویی یا حتی چه طعمی رو تداعی میکنه. بذارید ماجرای جالبی رو تعریف کنم که قدرت تجسم رو نشون میده. داستان نوازنده پیانوی بسیار موفقی که در انقلاب فرهنگی چین به خاطر دست نکشیدن از موسیقی غربی به زندان افتاد. 6 سالی در یه سلول کوچک زندانی بود، مرتب کتک میخورد و هیچ تماسی با پیانو و موسیقی مورد علاقش نداشت. از زندان که آزاد شد، برای اجرای کنسرتی به ارکستر فیلادلفیا دعوت شد. منتقدا با نفسهای حبس شده منتظر اجراش بودن. نوازندگیش تو اون کنسرت باور نکردنی بود. وقتی ازش پرسیدن که بعد 6 سال زندان، دوری از پیانو و حتی آسیبی که دستش دیده بود، چطور چنین اجرای محشری داشته، جواب داد: من هر روز در ذهنم تک تک نوت‌ها رو می‌زدم و کنسرتامو اجرا می‌کردم. من 3 نکته برای رسیدن به هدف بهتون پیشنهاد میکنم.
اول اینکه هدفتون رو با کس دیگه‌ای در میون بذاری. خیلی خوبه دوستی داشته باشین که هدفتون رو بهتون یادآوری کنه و بهتون انگیزه بده که در مسیر رسیدن به خواستتون حرکت کنی. نکته دوم استفاده از قدرت تجسمه. صبح که بیدار میشین قبل از هر کاری چیزی رو که میخواین به دست بیارین تجسم کنین. آخر شب قبل از خوابم همین کار رو انجام بدین. یه روش جالب برای تجسم کردن اینه که تابلوی از هدفاتون درست کنین. مقداری مجله، عکس، کاغذ رنگی و یه قیچی بیارین و تابلوی کلاژی از چیزایی که میخواین به دست بیارین درست کنین. این شیوه خیلی خوبیه برای تقویت قدرت تجسم و رسیدن به خواستتون. نکته سوم و آخر اینه که هر روز سه کار کوچیک که شما رو به هدفتون نزدیک میکنه مشخص کنین و انجامشون بدین. اما یادتون باشه که تجسم کردن بدون کار و حرکت فقط و فقط خیال پردازیه. امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه. ما رو در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید. اگر سوژه پیشنهادی دارین به ما ایمیل بزنید. 37@bbc.co.uk. در این شرایط خودتون و اطرافیانتون رو به خطر نندازید.